آرمان آزادی مذهب و عقیده در جهان معاصر از اصول مسلمه جوامع مدرن به شمار می رود. نه تنها اعلامیه ها و معاهدات بین المللی آن را مسلم می شمارند، بلکه رفته رفته در فرهنگ جهانی به عنوان حقیقتی انکار ناپذیر جلوگر می شود و منکران آن در دیدگاه جوامع متکثر و متنوع امروزی خود را منزوی و منفور می‌یابند. به همین دلیل است که حتی متعصب‌ترین و سختگیرترین و مستبدترین جوامع و سیستم‌های حکومتی نیز سعی می‌کنند در دیدگاه عموم و رسانه‌های جهانی خود را طرفدار تساهل و مدارای مذهبی نشان دهند. البته در جوامعی که مذهب و عقیده امری خصوصی و فردی شمرده می شوند و هیچ نقش آشکاری در شکلگیری جامعه و روابط بین مردم و حکومت ندارند، آزادی مذهب و عقیده به آسانی متحقق می گردد. اما آنگاه که حکومتی بخواهد مردم خود را بر مبنای یک دین و یا یک عقیده خاص سازمان دهد، دیگر مذهب و عقیده امری شخصی و خصوصی نیست که بتوان انتخاب آن را به راحتی به خود افراد موکول نمود. بر اساس ماده 18 میثاق بین المللی حقوق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی، هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب را دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه به طور فردی یا جمعی، خواه به طور علنی یا در خفا، در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می باشد. اما در ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی، حتی آزادی های پیروان آیین های غیر اسلامی که تحت حمایت قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز قرار دارند، رعایت نمی شود. اکثریت شیعه و اقلیت سنی، از جمله روحانیونی که از رژیم جدا هستند، مرعوب و بازداشت می شوند و مخالفان و فعالان حقوق بشر به صورت روس افزونی هدف بدرفتاری مأموران حکومتی هستند و تعدادی از آنها نیز به مرگ محکوم شده و حتی برخی به جرم محاربه با خدا اعدام شده اند. دست کم برای اهل رسانه کمتر هفته و ماهی است که خبری از برخورد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با اقلیت‌های مذهبی در کار نباشد. خبرهایی که از دستگیری و زندان و حتی اعدام را نیز در بر می‌گیرد. گرچه به گفته پیروان این اقلیت‌ها خبرهای منتشر شده تنها بخش کوچکی از حقیقتی هستند که روزانه و به طور سیستماتیک بر ایرانیان پیرو اقلیت‌های مذهبی در نظام جمهوری اسلامی اعمال می‌شود. ارامنه ایران اگرچه بر اساس قانون اساسی مجاز به انجام فرایض خیشند و حتی نمایندگی هم در مجلس شورای اسلامی دارند، اما این مسئله شامل همه پیروان آیین مسیحیت نیست، به ویژه وقتی که پای نوکیشان یا تازه مسیحی ها به میدان می آید. آیین بهائیت البته حکایتی دیگری دارد و آیینی که از دوران ظهورش تا به امروز در ایران نصیبش تکفیر بوده و محبس و مرگ. از قبل از انقلاب سال 57 حتی شاهد تأسیس گروه های مانند گروه حجتیه برای مبارزه با آیین بهائیت بودیم و بعد از انقلاب اسلامی طبیعتاً با قدرت گرفتن روحانیت شیعه این مبارزه و سرکوب شکل تازه‌تر و جدی‌تری به خود گرفت. در همان روزهای انقلاب کشتن و تخریب و آتش زدن خانه‌های بهائیان مرسوم شد. در بسیاری از روستاها بهائیان قتل عام شدند. در همان مرداد سال 59 اعضای محفل روحانی ملی بهایی که جزء تشکیلات بهاییت بودند ربوده شدند و تا به امروز هم از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست. همکنونم
7 عضو تشکیلات بهاییان بازداشت شده و در زندان هستند و به 20 سال زندان محکوم شدند. همچنین جمهوری اسلامی ایرانیان اهل تسنن را در این میان نه تنها فراموش نکرده، بلکه شیب برخورد با این اقلیت مذهبی را حتی تندتر هم کرده. به امامان اهل تسنن بی احترامی می شود و کسانی که به این مذهب معتقدند تحت فشار در ادارات دولتی و دانشگاه ها هستند. سران جمهوری اسلامی بی صبرانه ظهور موعودی را انتظار می برند که شمشیر به دست گرفته همه کفار را قتل عام نموده، آنان را از شر ملل کافر و در اصل از شر تناقضات ذهنی خودشان راحت می سازد. ادامه سیاست سرکوب دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در خلال سالهای اخیر و تخریب حسینیها و منازل مسکونی پیروان این طریقت در شهرهای مختلف ایران و اخراج برنامه ریزه شده دراویش از دوایر و ادارات دولتی و بازداشت‌های غیرقانونی و خودسرانه دراویش در ایران حاکی از آن است که سردمداران دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در صددند تا کابوس سیاهی را در مورد اصحاب طریقت تعبیر کنند. اما بر اساس اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. این در حالی است که مطابق اصل 4 کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیص آن نیز بر عهده فقهای شورای نگهبان گذارده شده است. چنین تعبیری از قانون اجازه بکارگیری تفاسیر مختلفی را از آزادی عقیده می دهد. چنانچه در اصل 167 قانون مجازات اسلامی قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. به این ترتیب قضات ایرانی در مواردی چون ارتداد که حکم خاصی برای آن در قوانین مدون نمی‌یافتند با رجوع به فتاوایی که از نظر ایشان معتبر انگاشته می‌شد حکم اعدام صادر می‌کردند. از جمله این فتاوا اسناد برخی قضات به کتاب تحریر الوسیله آیت الله خمینی است. این در حالی است که برخی دیگر از فقهای معاصر چون آیت الله منتظری، آیت الله صانعی و آیت الله موسوی اردبیلی با مجازات مرتد در این دنیا مخالف هستند. بینندگان تلویزیون تیشک درود بر شما. با برنامه صفحه دیگر موضوعات مطرح شده با میهمانان برنامه دکتر حسین خلیقی فعال سیاسی، دکتر سید مصطفی آزمایش سخنگوی دراویش گنابادی در خارج از کشور و اسلام شناس و محقق دینی و همچنین دکتر کاویان میلانی فعال حقوق بشر بهایی مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. ابتدا درود بر جناب عالی جناب آقای دکتر حسین خلیقی. آقای خلیقی سلام عرض شد. صدا نمیاد. بله دوستان هم اکنون اگر لطف کنن صدا را ردیف کنن برای جناب آقای خلیقی و فکر کنم آقای آزمایش هم روی خط تلفن هستن. جناب آقای آزمایش درود بر شما. درود بر شما. سلام و درود بر شما و بر بینندگان عزیز تلویزیون تیشک. بله آقای آزمایش، تعبیر جناب عالی در خصوص تعبیری که جمهوری اسلامی از مذهب داره چیه؟ جمهوری اسلامی چه تعبیری از مذهب داره به نظر جناب عالی؟ من پیشاپیش میخوام عرض بکنم که اصولا این نوع بیان که معتقد به اقلیت و اکثریت دینی در ایرانه،
تقسیم باید مورد بازنگری اساسی قرار بگیره، چون هیچ گونه آمار غیر مغرضانه و علمی در ایران تهیه نشده که نشون بده که آیا حقیقتاً اقلیت و اکثریت اعتقادی وجود داره، یا بهتره که ما صحبت از تنوع اعتقادی در ایران بکنیم. یعنی پیروان ادیان و مذاهب و عقاید گوناگون در ایران. ایران مانند یک موزایی که میمونه که در هر گوشش، در هر نقطهش عده‌ای پیرو یک آیین و دینن که بعضی از اینها ریشه های بسیار بسیار کهن و پایا و پویایی داره. حالا این مقدمه‌ای بود که میخواستم عرض کنم. بله. اما متاسفانه در نظام حاکم بر ایران امروز مذهب ابزار دین سالاران برای حکومت شده، دین یه ابزار شده و به همین دلیل اون چیزی که الان داره در ایران اتفاق میفته به نام دین، تکیه‌گاهی و ارتباطی در هیچ نوع از ادیان نداره. این میزان سرکوب و خشونت و ائتلاف حقوق انسانی و بشری اصلا در طول تاریخ بی‌سابقه بوده. جناب آقای احمد صدر حادثه جوادی، ایشون در یه مصاحبه اخیراً حدود یک ماه پیش گفتن این واقعه و فاجعه‌ای که الان داره در ایران اتفاق میفته بر علیه اعتقادات دینی و اعتقادات در واقع ملی و ایرانی و اسلامی در طول تاریخ از حمله مغول به این طرف اصلا پیش نیومده بوده به طور دوامان. بله. به همین دلیل ما اصلا نمیتونیم در چهارچوب دین این مسئله رو مورد ارزیابی قرار بدیم. این یک نوع سیاستگری توتالیتر و مطلق گرایانه است که اسم دین رو ابزار کار خودش کرده برای سرکوب عموم مردم ایران، اعم از مسلمان یا پیروان سایر ادیان دیگه. این وضعیت مذهب در ایران. بله. جناب آقای دکتر خلیقی، بار دیگر درود بر شما. درود بر شما عزیز جان. بله. جناب آقای دکتر خلیقی، آقای سید مصطفی آزمایش گفتن که جمهوری اسلامی ایران از دین به عنوان ابزاری استفاده میکنه. تعبیر جناب عالی از تعبیری که جمهوری اسلامی از مذهب داره چیه؟ بسیار جالب است، سوال جالبی فرمودید. با توجه به مقدمه‌ای که جناب عالی پیشاپیش برنامه اظهار داشتید، معلوم می‌شود که آنچه را که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است به عنوان آزادی ادیان، در حقیقت در جو و فضای انقلابی سالهای اول انقلاب که قانون اساسی تدوین شد و بعد بازنگری شد، این قانون در روی صفحه کاغذ گنجونده شده و در اون